بسم الله الرحمن الرحيم. بیا که دیگه از لکچرهای مضمون استرکچر خدمت قرار دارم. از سمستر پنجم چهار کردیت از کتاب فاندامنتالز اف استرکچرال انالیسیس از کنید املیت بعد از ختم از این لکچر ما انواع و رفتار سازهای کیبلی و مشخصات از اونو و همچنان تحلیل سازهای کیبلی و ساختمانهای کیبلی و مشخص نمودن یا محاسبه نمودن ریاکشن های عکس العمل ها برای تکا از اینو به دو متد، یک متد استاتیکی یا استاتیکی کیبلی بریم از معادلات استاتیکی مجموعه مومنت مساوی به صفر، مجموعه اف ایکس مساوی به صفر، مجموعه اف وای مساوی به صفر به حسب نیاز، و همچنان از روش جنرال کیبل تیوریم که است و همچنان قوه ها به خود کیبل ها پیدا میکنیم، یعنی به امتداد خود کیبل و نقاط مختلفی از رو کیبل. کیبلز یا کیبل ها، کیبل ها از سیمه های فلزی با مقاومت بالا ساخته میشن که کاملا حالت انعطاف پذیر دارن یا کاملا فلکسیبل هستن و مقاومت کششی 4 تا 5 برابر مواد استیلی که برای استرکچرال استیل یا ساختمان های استیلی استفاده میشه دارن. به خاطر مقاومت بالا از اینو نسبت به وزن از اینو، دیزاینرها ترجیح میدن که از این کیبل ها برای ساختمان هایی که لانگ اسپن یعنی وایه های از اینو طولانیه استفاده بکنن و همچنان ترجیح میدن که برای پول های سسپنشن برج میگن، یعنی پول هایی که معلق که از کیبل استفاده میشه و برای پول های کیبلی یعنی به نام کیبل برجز و همچنان برای سقف هایی که برای مجتمع ها سالن های مجتمع بزرگ ساخته میشه استفاده میکنن. برای ساختن کیبل یا کیبل کانستراکشن یا برای ساختمان کیبلی به طور مؤثر دیزاینرها به دو تا مشکل همیشه مواجه میشن. یکی که اینا باید دیسپلیسمنت زیادی و همچنان اعتزازاتی که توسط کیبل هایی که لایف لود یا بار زنده ای که مقدار و جهت از او بار زنده نظر به زمان متغیره به وجود می آید جلوگیری بکنن، یعنی باید اینا کوشش بکنن که از این دیسپلیسمنت و از این اعتزاز توسط کیبل ها جلوگیری بکنن. دومی برای خود تعیین نمودن وسایل مؤثر برای محکم نمودن قواهای کششی بالایی که توسط کیبل ها انتقال پیدا میکنه، برای از اینکه دیزاینر ها بتونن از نقاط قوت کیبل ها با مقاومت بالا استفاده بکنن زمانی که میخواین امی نقاط ضعف کیبل ها رو به حد اقل برسونن، اینا باید ابتکار عمل زیادتر نسبت به بیمه و کالم هایی که برای ساختمان ها میسازن به خرج بدن. در این شکل یک سقفیه که از کیبل ساخته شده متشکل از یک حلقه داخلیه که تحت قوه تنشن قرار گرفته، یک حلقه خارجی که تحت قوه کامپرشن قرار گرفته و ستون هایی که ایر به محیط امی حلقه بیرونی ایر سقف را سپورت کردن یا اتکای از او سقف قرار میگیرن. اینو حلقه داخلی به تحت بار متناظر قرار گرفته که کیبلا به تحت قوه تنشن ایر از 360 درجه دور از ایر به حساب یاته کردن و ایر کش میکنن به سمت بیرون، باعث میشه که این تحت یک قوه تنشن مستقیمی قرار بگیره و حلقه خارجی که هسته از یک طرف قوه تنشن به ای وارد شده و 360 درجه ایر به سمت خارج سمت داخل دایره یا سمت مرکز دایره ایر میکشانن و اسم شکل تحت قوه فشاری محوری یا اکسیال کامپرشن فورس قرار بگیره.
برای تحلیل و بارگذاری خود یک کیبل اول سپورت های مشخص میشه، تفاوت ارتفاع بین سپورت های یا اتکا مشخص میشه، خود مقدار سگ یا همو انحنایی که در معمولا در مرکز کیبل به وجود میایه اینا رو تعیین میکنن دیزاین رو. بس از پارامترها بعد عکس العمل اتکاها و مقدار قوه به خود کیبل به هر نقطه مشخص پیدا میکنن و موقعیت هر نقطه نظر به یکی از سپورت ها تعیین میشه. خود کیبل ها طور که قبلا هم گفته شد از سیم هایی که مقاومت بالایی دارن تا پیش دادن از اینا با هم دیگر که یک رشته تشکیل میدن که التیمیت تنسایل استرنت برابر به 270 کیبس فینج مربع یا مقاومت کشیشی نهایی 270 کیبس فینج مربع یا 1862 مگاپاسکال دارن. این در انگام تولید و پروسس از این کیبل ها یلد پوینت از اینا بالا میره، یعنی مقاومت یلد از اینا میره بالا و دکتیلیتی میای پایین. این سیما میتونیم بگیم که 7 تا 8 فیصد التیمیت الانگشن دارن، یعنی دیفلکشن نهایی از اینو یا بیشترین دیفلکشنی که میتونن داشته باشن 7 تا 8 فیصد نسبت به استیل استراکچر که هست 30 تا 40 فیصد میتونن الانگشن داشته باشن قبل از اینکه به یلد پوینت برسن. و یلد پوینت از این یا مقاومت تسلیمی خود کیبل ها 36 کیپس فی اینچ مربع میتونه باشه و یا 248 مگا پاسکال. استیل کیبل ها که هستن زیر ارتجاعات از اینا یا مجلس فلسطی از اینا 26000 کیپس فی اینچ مربع یا 179 گیگا پاسکال و از استیل استرکچر که هست 29000 کیپس فی اینچ مربع یا 200 گیگا پاسکاله. این پایین بودن از زیر ارتجاعات از اینا به خاطر که اینا به اسنای بارگذاری همین اسپایرال از اینا یا همون پیچیشی که همین سیمو با هم دگر داده شدن پیچیش از اینا باز میشن، یعنی به اسنای وقتی که بار برای کبل وارد میشه باعث میشه که همین اسپایرال از اینا باز بکنه، همین باعث میشه که زری برتیجه از اینا بیاره پایین. به خاطر که خود کبل ها همیشه به دایرکت استرس قرار میگیرن، یعنی به استرس مستقیم قرار میگیرن، قوه تنشن یا قوه کشیشی که برای کبلای همیشه به محور اصلی از اینو مماس، یعنی اگر ما تیه که در نظر بگیریم اینجا به خود کبل مماسه و بعد به هر نقطه ما میتونیم بیایم امو کشیشی که در کبله به دو مرکبه تجزیه بکنیم به مرکبه X و مرکبه Y که باز بتونیم اور پیدا کنیم. کبل ها درجه سختی پایینی در مقابل خمش دارن. دیزاین رو وقتی که یک استرکچر کیبلی دیزاین میکنن باید مطمئن بشن که بار زنده ای که به این کیبل وارد میشه دیفلکشن یا تغییر شکل زیاد برای ایجاد نکنه و یا وایبریشن زیاد برای ایجاد نکنه که این وایبریشن زیاد به اثر بار زنده یا با پولای کیبلی یا به سقفای کیبلی باعث میشه که استرکچر به آسونی فرو بریزونه. مثال خوب میتونیم ما تاکوما نیروز بریجر بگیم که در نوامبر 7 1940 به اثر نوساناتی که باد برای به وجود آورد و باعث شد که دفلکشن از حد ماکسیمم زیادتر بشه و باعث بشه که پولر با آسونی فرو بریزونه. تاکوما نیروز بریج که هست که در نزدیک شهر تاکوما در واشنگتن موقعیت داره 5939 فوت اسپانیا وای ازی بوده یا 1810 متر. ای به اثر وایبریشن یا همو دیفلکشنی که برای از ایجاد شده یا همو اهتزازی که برای از ایجاد شده ماکسیمم امپلیتود برای از این وایبریشن قبل از اینکه خود همو سقف پل فرو برزه 28 فوت یا 8.53 متر بوده، یعنی وقتی که به 28 فوت یا 8.53 متر ماکسیمم دیفلکشن از این رسیده یا ماکسیمم امپلیتود از این رسیده باعث شده که این پل فرو برزه. در این زمان خود کیبل ها استفاده زیاد داره، بیشتر به پول ها استفاده میشه و به سقف. بیشترین استفاده که از کیبل ها فعلا میشه برای پول ها استفاده میشه و برای سقف های
بزرگ کبایای بزرگ داشته باشه، بیشتر برای ورزشگاه ها و برای مجتمع ها و غیره استفاده میشه. کیبل هایی که فقط بار ورتیکال برداشت بکنن، یعنی تنها تحت بار ورتیکال یا بار قائم واقع بشن، در هر نقطه که ما کبل را قطع میکنیم مرکبه ایچ از این ثابت، یعنی مرکبه هاریزنتال فورس همیشه ثابت بوده به تمام مقاطع خود کبل. میتونیم ثابت بکنیم که گفته که اگر ما بیایم مجموعه اف ایکس مثلا به صفر قرار بدیم در هر سکشنی که ما قطع میکنیم کبل، خود تنشن یا کشش در کبل برابر میشه به مرکبه H تقسیم کوساین دیتا. این بستگی به مقدار کوساین دیتا، که هر قدر کوساین دیتا قیمت و بیشتر باشه تنشن در کبل هم بیشتره. پس ما میتونیم مثال بدیم که در نقطه B، در نقطه B که میل ما صفره، یعنی تتا مثل صفر میشه، تنشن در کیبل برابر میشه به هورایزنتال فورس، یعنی مرکبه H برابر میشه به خود T. بیشترین قوه که به تنشن به کشیشی که به کیبل وارد میشه در سپورت وارد میشه که او میل بیشتری داره، یعنی هر قدر میل بیشتر در سپورت باشه بار بیشتر یا لود بیشتری به مو سپورت وارد میشه، یعنی مکزیمم والیو T یا بیشترین قیمت کشش در سپورت یه که میل کبل در امو سپورت بیشتر باشه. زمانی که در یک کبل یک سیت قواهای کانسنتریت در نقاط مختلف کبل وارد بشه، باعث میشه که کبل به این حالت شکل یک چنزیلیر برای خوب بگیره. گیر با نام فونیکیولر پولیگان میگم که پولیگان که اثر کشیدن ریسمان به وجود میاد. و میتونیم ما یک فریبای دیاگرام به نقطه بی رسم کنیم، قوه ها رو به حالت نشون بدیم. وقتی میخوایم از استاتیکی تحلیل کنیم ایر که بالا به حالت میایم، مثل تراس هایی که ما از متد جوینت تحلیل میکردیم، نقطه بیر یک گیره فرض میکنیم و بعد قوه کشش اف بی سی و کشش اف بی ای و قوه پی که در نقطه بی وارد شده و می اساس میایم مجموعه اف ایکس و مجموعه اف وای مثلا صفر قرار میده، میتونیم تنشن یا کشش در بی سی و در ای بی نظر به قوه پی که در نقطه بی وارد شده پیدا کنیم. و همچنان میتونیم نقطه بیر بیایم به این حالت، چون سه قوه میتونیم رو یک مثلث تشکیل بدیم از متد یا از قضیه کوساین یا قضیه ساین، بعد قیمت های اف ای بی و اف بی سی هم پیدا بکنیم و بهترین همو سمیشن اف ایکس و سمیشن اف وای که در نقطه بی مثل به صفر قرار دیم، هم اف ای بی هم اف بی سی به زمان کمتر میتونیم به دست بیاریم. تحلیل کبل هایی که بار کانسنتریت گرویتی بر وارد شده باشه، این کبل ها دترمینیتن، یعنی از متد استاتیک میتونیم، از معادلات استاتیک میتونیم تحلیل کنیم قوایی که بر نقطه‌ای که نیاز باشه به قوا میتونیم پیدا بکنیم. چهار تا مدل ما میتونیم برای ازی بنویسیم. سه مدل، مدل استاتیکیه، مجموعه اف ایکس مساوی به صفر، مجموعه اف وای مساوی به صفر و مجموعه مومنت در همون نقطه‌ای که ما قطع کردیم میتونیم مساوی به صفر قرار بدیم. بعد چون این حالت تعادل داره، به هر نقطه‌ای که ما خواسته باشیم میتونیم مومنت رو مساوی به صفر قرار بدیم. پس یک نقطه دلخواهی هم که به نام اکویشن اف کاندیشن یا یک مدل کمکیه، مجموعه ام از زد مساوی به صفر، به هر نقطه دیگه میتونیم ما بنویسیم. که پس ما به هر کیبل یا یک استرکچر کیبلی ما چهار تا مجهول میتونیم پیدا کنیم، که سه مجهول از این از معادلات تعادل استاتیکی اف ایکس و اف وای مومنت و یک معادله خود دلخواه دیگه هم مومنت میتونیم در یک نقطه از خود طول کیبل به یک نقطه انتخاب کنیم، مومنت مساوی به صفر قرار بدیم که این معادله چهارم میشه، که مجهول چهارم رو هم میتونیم بر اساس از این معادله پیدا کنیم. خب برای تحلیل کبلی که بار گرویتی تحمل بکنه یک کانسپت اپلیکیشن داره. این کبل در دو نقطه A و D سپورت شده، نقطه A و D به یک ختم قرار دارن، در نقطه B 12 کیپس قوه وارد شده، خود دیسپلیسمنتی که در نقطه B به اثر از این بار 12 کیپس وارد شده 6 فوت
به نقطه 36 کپس قوه وارد شده و دیسپلیسمنت نقطه 30 هم به نام HSC برای ما داده از ما خواسته ای. طولا هم 30 فوت و 40 فوت و 30 فوت طول کبل است، دقیقا کلا 100 فوته. طول اصلی از این کبل همین 100 فوت بوده و این بار که به وارد شده ای حالت چنزیل ایر برخو گرفته. در این سوال از ما خواسته گفته که شما ایوای پیدا کنیم، یعنی مرکبه وای ریاکشن یا عکس العمل سپورت ایر پیدا کنیم، ایچر پیدا کنیم هورایزونتال فورسر، دی وای پیدا کنیم، مرکبه وای به سپورت دیر پیدا کنیم، تنشن ای بی پیدا کنیم، تنشن بی سی پیدا کنیم، تنشن سی دی پیدا کنیم و دیسپلیسمنت اچ سی در نقطه سی هم گفته مشخص کنیم. خب کانسپت اپلیکیشن، از ما خواسته بود به این سوال، گفته بود ای وای پیدا کنیم، دی وای پیدا کنیم، تی ای بی پیدا کنیم، تی بی سی پیدا کنیم، تی سی دی پیدا کنیم، اچ پیدا کنیم و اچ سی پیدا کنیم. خب میریم از مومنت در نقطه ای شروع میکنیم، نشون میکنیم مجموعه مومنت در نقطه ای مثل ای به صفر می شکل لنز باز نمیکنیم به حالت بسته. خب قوایی که در نقطه ای که مومنت هیچ کدام نداره، منفی 12 ضرب در 30 منفی 6 ضرب در 70 مثبت دی وای ضرب در 100 مساوی به 0. از این رابطه دی وای پیدا میشه، قیمت دی وای میشه 7.8 کیپس. سمیشن اف وای میگیریم، سمت بالا رو مثبت میگیم، قیمت ای وای یعنی ریاکشن ای وای منفی 12 منفی 6 مثبت 7.8 هم که دی وای بود مساوی به 0. ای وای پیدا میکنیم، ای وای برابر به 10.2. ما ای وای پیدا کردیم، از ریاکشن های عکس العمل ها فقط اچ مونده. برای پیدا کردن اچ میشه که یک سکشن از بی از خود کبل یک سکشن بزنیم، یک سمت در نظر بگیریم، ولی هر طرفی که میشه که در نظر بگیریم، هر طرفی که به حساب مناسب تر باشه، هر طرفی که امکان بالاتر باشه میشه که اون طرف در نظر بگیریم. اگر ما در نقطه بی قطع بکنیم، سمت چپ هم در نظر بگیریم، اگر در نقطه بی قطع کنیم این نقطه بی باشه، در نقطه بی ما یک 12 کپس قوه داریم و در نقطه ای هم یک ای وای داریم، یک ایچ داریم و فاصله افقی هم تا به نقطه بی هست برابر به 30 فوت و خود تی ای بی هم میشه که امیر رقم ناشون بدیم. تتا ای هم که قبلا پیدا کردیم 11.3 درجه شد و ارتفاع از نقطه A تا نقطه B هم برابر به 6 فوته. خب اگر یک مومنت در نقطه B بگیریم، نشه کنیم مجموعی مومنت در نقطه B مساوی به 0 خلاف عقرب ساعت مثبت، نوشته کنیم H ضرب در 6 منفی AY ضرب در C مساوی به 0. اینجا H مساوی میشه به AY ضرب C تقسیم 6 مساوی میشه به 5 AY مساوی میشه به 5 AY. رو قبلا پیدا کرده بودیم 10.2 بود فکر میکنم، 10.2 بله، مثل میشه به 5 ضرب 10.2 مثل میشه به 51 کپس. قیمت ای وای قیمت اچ پیدا شد. حالا که اچ پیدا کردیم، یعنی هر سه تا از عکس العمل های اتکا پیدا شد، ای وای پیدا شد، دی وای پیدا شد، اچ پیدا شد، حالا میشه که سمت راست که بالا در نظر بگیریم، مثلا در نقطه دی یک مقطع بزنیم، در نقطه سی نقطه دی عکس العمل ها نشوندیم اچ مساوی به 51 بود، دیگه
دیوای مسیحی به 7.8 بود و نقطه سیر هم که نشوندیم ای تنشن سی دی باشه و ای سی فوت باشه و ارتفاع بین سی تا به دی هم برابر به ایچ سی باشه. نوشته کنیم مجموع مومن در نقطه سی مسیحی به صفر خلاف عقرب ساعت مثبت 51 منفی ضرب در ایچ سی میشه مثبت 7.8 ضرب در سی مسیحی به صفر. از این رابطه ایچ سی پیدا میکنیم مسیحی میشه به 7.8 ضرب در سی تقسیم 51 میشه 4.6. ایچ سی ما شد 4.6 فوت. تتایر قبلا پیدا کردیم 11.31 درجه تتابیر پیدا میکنیم. برای پیدا کردن تتابی ما باید برای از اینکه اینجا یک مثلث تشکیل بدیم در زاویه‌ای که تتابی در نقطه بی تشکیل شده ما این کل از این ارتفاع داریم 6 و طرف داریم 4.6 که اگر 6 4.6 کم کنیم ارتفاع از این مثلث برای ما میده ارتفاع از این مثلث اینجا مثلث اگر ما تشکیل بدیم این ارتفاع این مثلث رو ما میه پیدا میکنیم که عبارت از 6 منفی 4.6 میشه 6 منفی 4.6 تقسیم 40. پس قیمت تتابی را میایم پیدا میکنیم مثلا میشه به تانجانت انورس 6 منفی 4.6 تقسیم 40. پس تتابی قیمت پیدا شد تانجانت انورس 2 درجه فیکس تتابی میشه 2 درجه. تتابی که 2 درجه شد ما قبلا فرمول داشتیم به لکچر خوندیم که تنشن در هر نقطه از کبلر میتونیم پیدا کنیم مسئله میشه به هارزنتال فورس از او چون قبلا گفتیم که هارزنتال فورس ثابته در سر تا سر کبل و تقسیم کوساین زاویه تتا در همون نقطه که تشکیل شده گفتیم به لکچر گفتیم که اگر زاویه تتا صفر باشه در اون نقطه یعنی میل موماس در خود کبل صفر باشه تنشن یا خود قوه در کبل برابر میشه با هارزنتال فورس از او یا با هارزنتال کمپوننت از او. پس حال ما هارزنتال کمپوننت داریم قیمت پیدا کرده ما قبلا 51 کیپس تی در هر نقطه خواسته باشه میتونیم پیدا کنیم مثلا تی ای بی را خواسته باشیم پیدا کنیم مثلا این میشه به زاویه ای بی داریم ما ایچ داریم 51 تقسیم کوساین 11 درجه کوساین 11.3 درجه تی ای بی پیدا میشه قیمتی 51 تقسیم کوساین 11.3 درجه میشه 52 تی ای بی میشه 52 کیپس. خب برای پیدا کردن تی بی سی مثلا میشه به ایچ بر کوساین تتابی میشه دیگه تتابی مثلا میشه به ایچ داریم 51 کوساین 2 درجه پس تی بی سی مقدار شد 51 تقسیم کوساین 2 درجه 51 تقسیم کوساین 2 درجه میشه فیکس 51 یعنی تفاوت 51 شد 0.3 کیپس میشه یعنی تفاوت خاصی نمیکنه. برای پیدا کردن تی سی دی اگه خواسته باشیم تی سی دی پیدا کنیم باید تتاسیر داشته باشیم تتاسیر که آسان پیدا کردنی و میریم تتاثیر پیدا میکنیم مثلا میشه به زلم تانجانت انورس
4.6 بر سی، تتا سی هم مساوی میشه به 8.7 درجه. 8.7 درجه میشه، تتا سی شد 8.7 درجه. الان اگه میریم برای پیدا کردن تی سی دی، مساوی میشه به اچ بر کوساین تتا سی. تی سی دی مساوی میشه به اچ بر کوساین تتا سی، مساوی میشه به 51 تقسیم کوساین 8.7. پس تی سی دی مساوی میشه به 51.6. تی سی دی شد 51.6 درجه. این کانسپت اپلیکیشن بود، فقط یک تطبیقی بود از این گپایی که ما قبلا گفته بودیم که چی رقم کیبلار ما تحلیل میکنیم و عکس العمل اتکا از اینا رو پیدا میکنیم و تنشن در کیبل در هر نقطه چی رقم پیدا میکنیم و غیره. جنرال کیبل تیوریم یا قضیه تحلیل کیبل های، این قضیه میگه که هورایزونتال کمپوننت یا مرکب افقی تنشن کیبل ضرب در ارتفاع نقطه زید، نقطه زید یک نقطه دلخواه، نقطه فرضی بر رو کیبل ما فرض میکنیم، دیسپلیسمنت همون نقطه زی در داریم ما، اگر هورایزونتال کمپوننت ما ضرب در امو دیسپلیسمنت نقطه زید بکنیم، ای برابر میشه به مقدار مومنت زید. مقدار مومنت زید چیه؟ اگر ما بیایم کبل که داریم بعد به اساس از این کبل نظر به طول کبل یک بیم کاملا افقی سیمپل سپورت در نظر بگیریم، بارگذاری هایی که برو کبل داریم اینا رو هم برو از این بیم وارد بکنیم، طول کبل برابر به طول بیم باشه، نقطه زیدی که ما گفتیم فرض میکنیم فرضی باشه، با فاصله x از یک از سپورت ها مثلا از سپورت A فرض میکنیم، ای بعد این بیم رو قطع میکنیم و نقطه B به نقطه زید مومنت همی آره و همی قوار به نقطه زید حساب میکنه. این مومنت زید میگه، همی جنرال کیبل تیوریم میگه که همی مومنت زید که ما در نقطه زید به بیم سیمپلی سپورت محاسبه میکنیم، میگه این برابر میشه به هورایزونتال کمپوننت تنشن کیبل ضرب در اچ زید. اچ زید هم همو دیسپلیسمنتیه که نظر به طول کبل که داده بریم و طول کبل که بوده بعد که بارگذاری شده خواهی کبل یک انحنای برای ایجاد میشه دیگه، بعد همین نقطه زید چقدر دیسپلیسمنت داره نظر به خط مسیر اصلی کبل که بوده. ما اگر امی هورایزونتال کمپوننت ضرب در امی ایچ زید بکنیم، میگه برابر به مقدار مومنتی که در نقطه زید ما به روی یک بیم سیمپلی سپورت محاسبه میکنیم. این میشه که ثبوت هم بکنیم. این رو هم تعریف کرده برای ما، گفته H عبارت از هورایزونتال کمپوننت کیبل تنشن، هورایزونتال کمپوننت هم اینجا برو شکل ما داریم H انوی هورایزونتال کمپوننت. بعد گفته که H Z کیبل سگ at point Z where M Z is evaluated. کیبل سگ انوی H Z رو ما اونام کیبل سگ یاد میکنیم، یعنی انحنای خود کیبل که به وجود میای برای و به اثر بارگذاری. ام زید هم که گفتم عبارت از مومنت در نقطه زید در یک بیم سیمپلی سپورتی که بار به او اپلای شده باشه یا وارد شده باشه، ما مومنت زید محاسبه می کنیم. این مومنت زید ما در رقم دیگه میتونیم محاسبه بکنیم. ببین با این بیم سیمپلی سپورت مومنت دیاگرام رسم کنیم، برای کانسنترت مومنت دیاگرام خیلی راحت میشه رسم کرد، مومنت زید هم میشه محاسبه کنیم، یا نه که بیایم امی که خود بیم به نقطه زید قطع کنیم، مومنت هم همین قوار به نقطه زید محاسبه کنیم، ایرا هم میشه. و همچنان جنرال کیبل تیوریم گفته میتونیم ما برای کیبل تیوری فرض کنیم که نقطه او بی هم ارتفاع هم نباشن، یعنی تفاوت ارتفاع هم داشته باشن، که تفاوت ارتفاع رو نظر به زاویه الفا که در نقطه ای به وجود اومده
برابر به ال تانجانت الفا هم میشه که محاسبه بکنیم. ای وای مساوی به ال تانجانت الفا عبارت از تفاوت ارتفاع بین دو تا سپورت ای و بی که بله. برای ثبوت امی قضیه، قضیه که ما قبلا داشتیم گفتیم h ضرب در h زید مساوی میشه به m زید، این میشه که ما بیایم به همین کبل که داریم بیایم محاسبه انجام بدیم، بیایم ببینیم که همین h ضرب در همین h زید مساوی میشه به مومنت همین قوا هم و نقطه زید بر روی یک بیم که سیمپلی سپورت یا نه. اول میایم سمشن مومنت در نقطه بی مساوی صفر قرار میدیم، در نقطه بی موافق عقربه ساعت مثبت در نظر میگیریم، تمام قوایی که مومنت دارن اونا رو از محاسبه میکنیم، مثلا ای وای مثبت دور میده ضرب در فاصله و ال میشه، ای وای ضرب در فاصله ال مومنت در نقطه بی. بعد مومنت هر کدوم از این قوا پی 1 پی 2 پی 3 پی 4 همه که مومنت از اینا به نقطه بی حساب میکنیم، اینا رو نام میگذاریم تحت سمیشن مومنت در نقطه بی. سمیشن مومنت در نقطه B از قوه پی اک و پی دو و پی سی و پی چار در نقطه B میشه که ما بنویسیم سمیشن مومنت در نقطه B جمع H ضرب در L تانجانت الفا، جمع H ضرب در L تانجانت الفا مومنت H در نقطه B، ای هم L تانجانت الفا هم مومنت R مینه مساوی به صفر. ای سمیشن مومنت در نقطه B مساوی به صفر ما نوشته شو. بعد میایم سمیشن مومنت در نقطه Z مساوی به صفر قرار میدیم، در این نقطه Z که ما فرض کردیم. خب ایر ای وای ما امی ای وای ضرب در x میشه درسته، جمع h ضرب در x تانجانت الفا. خب قبل از اینکه ما x تانجانت الفا رو بیایم اینا در نظر بگیریم، ما اصلا باید ما h ضرب در امی زید بکنیم، h ضرب در امی فاصله زیده، ارتفاع زید، یعنی خط تاثیر h رو بیایم در نظر بگیریم، فاصله از خط تاثیر h تا به رو کبل ما زید فرض کنیم، این زید رشته حساب میکنیم. ما ال تانجانت الفا خب این جگاهه، ایکس تانجانت الفا این نقطه، یعنی کلا اچ زید و زید تا خودی هم ما در نظر بگیریم جمع کنیم میشه ایکس تانجانت الفا. اگر از ایکس تانجانت الفا که کل ارتفاع بیایم اچ زید در کم کنیم با ما ای زید در میده. خب پس میایم مجموع در نقطه زید مساوی به صفر قرار میدیم، موافق عقرب ساعت مثبت میگیم. خب ای وای ضرب در ایکس مثبت اچ ضرب در کل و کاست x تانجانت الفا منفی h زید که عبارت از زید باشه، منفی سمیشن مومنت در نقطه زید، سمیشن مومنت در نقطه زید کاست. خب چون ما این قطع میکنیم دیگه، نه وقتی که بالا ما قطع کنیم و نقطه زید ما مومنت بگیریم، سمیشن مومنت در نقطه زید فقط پی اک و پی دو و پی سه میشه، مومنت پی اک و پی دو و پی سه به نقطه زید این ما نام میگذاریم سمیشن مومنت در نقطه زید. ای کوشن هم به نام ایکوشن 6 9 یاد میکنیم. بعد میایم ایکوشن 6 8 ای وای پیدا میکنیم، از این ایکوشن ای وای پیدا میکنیم به ایکوشن 6 9 میگذاریم، یعنی ای وای از این ایکوشن اول که ما به سمیشن مومنت در نقطه بی مساوی صفر قرار دادیم از این رابطه ای وای پیدا میکنیم، ای وای که پیدا کردیم مساوی میشه به سمیشن مومنت در نقطه بی منفی اچ ضرب در ال تانجانت الفا تقسیم ال، این میگذاریم به این معادله سمیشن مومنت در نقطه زد مساوی به این چی ای وای اینجا با قیمت رو میگذاریم. خب وقتی که ما ای وای از این رابطه 6 8 گفتیم پیدا کنیم به این سمیشن مومنت در نقطه زد به این نقطه ای وای ضرب در ایکس به این نقطه بگذاریم، این رابطه به دست میه اچ ضرب در اچ زد مساوی به ایکس و ال سمیشن مومنت در نقطه بی منفی سمیشن مومنت در نقطه زد. پس ای خوب شد. حالا میایم به بی سیمپلی سپورت به نقطه زد که گفتیم فرض میکنیم، این قطع میکنیم، مومنت از آر ای و پی اک و پی دو و پی سی رو نقطه زد حساب میکنه که مساوی میشه با مومنت زد، مومنت زد مساوی میشه با آر ای ضرب در ایکس منفی سمیشن مومنت زد. سمیشن مومنت زد گفتیم قبلا هم گفتیم که مومنت هر کدوم از این قوه ها که ما به نقطه زد بگیریم جمع کنیم اینا رو با هم میشه سمیشن مومنت در نقطه زد. یعنی چی؟ یعنی سمیشن مومنت در نقطه زد مساوی میشه به پی اک ضرب در فاصله و تا زد جمع پی دو ضرب در فاصله و تا زد جمع پی سی ضرب در فاصله و تا زد، این میشه سمیشن مومنت در نقطه زد. بعد حالا میایم به همی بیم سیمپلی سپورت سمیشن مومنت در نقطه بیم مساوی به صفر قرار میدیم، یعنی به کل شکل آر ای ضرب در ال، آر ای ضرب در ال ضرب در سمیشن مومنت همی قوه ها به نقطه بی، یعنی پی اک ضرب در فاصله و تا بی جمع پی دو ضرب در فاصله و تا بی جمع پی سی ضرب در فاصله و تا بی جمع پی چهار ضرب در فاصله و تا بی مساوی به صفر. از این رابطه آر ای پیدا میکنیم، از این رابطه آر ای مساوی میشه به سمیشن مومنت در نقطه بی تقسیم ال.
بعد میایم به این رابطه امزه ای دخوم اگذاریم آرایر به این رابطه امزه ای. وقتی به این رابطه امزه ای آرایر بگذاریم سمیشن مومن در نقطه بی بر ال ضرب در x میشه دیگه در اصل سمیشن مومن در نقطه بی بر ال ضرب در x منفی سمیشن مومن در با زید که ای با ای رابطه بالایی یک میشه، یعنی میشه x ضرب در سمیشن مومن در نقطه بی بر ال بی مومنت به معادل 6 دوازده میگذارم می آر ای قیمت به مومنت به معادل 6 دوازده میگذارم که میشه سمیشن مومنت در نقطه بی بر ال ضرب در x منفی سمیشن مومنت در نقطه زید که ما تحت نام ام زید گفتیم انمیر. حالا به ای اچ زید مقایسه میکنیم دو تا این معادل 6 چهارده با این معادل اچ زید مقایسه میکنیم. اینجا داریم ام زید مساوی میشه x سمیشن بی بر ال منفی سمیشن مومنت زید، اینجا داریم اچ زید مساوی میشه به x بر l ضرب در سمیشن مومنت در نقطه b که با ای فرقی نداره منفی سمیشن مومنت در نقطه z که ای سمت راست از این هر دو معادله اینا با هم برابرن، پس وقتی سمت راست با هم برابر باشن سمت چپ هم با هم برابر، پس m z مساوی میشه به h ضرب در h z. انمی جنرال کیبل تیوری ما که ای موضوع بده که ای به سوالا خزی بعد ما میشه که کار بگیریم. مثال داریم، مثال 6 که مثال 6 گفته که determine the reactions at the supports produced by the cable 100 by the 120 kips load at midspan. میگه بگی کیبل شما در نظر بگیریم ریاکشن ها از این کیبل شما پیدا کنیم، یعنی ای وای و ایچ و سی وای پیدا کنیم، بعد از اثر از این قوی 120 کیپس که با مدسپان گفته وارد شده دو تا حالت یا دو تا روش در نظر گفته بگیریم. یکی با استفاده از معادلات استاتیک اکویلیبریوم و دوم از جنرال کیبل تیوریم. و گفته که وزن کیبل نادیده بگیریم، یعنی وزن کیبل فرض کنیم که قابل صرف نظر باشه. این میریم که کار کنیم قیمت از این رو پیدا کنیم. اگزمپل 6-1 اینجا یک ایچ داریم، یک سی وای داریم، در نقطه ای یک ای وای داریم و یک ایچ 120 کیپس و مدیسپان یک قوی وارد شده 50 فوت 50 سمت چپ و 50 فوت هم سمت راست و تفاوت ارتفاع بین از این دو تا سپورت هم برابر به 5 فوت، تفاوت ارتفاع برابر به 5 فوت و مدسپانی هم هست 8 فوت. میزبان هسته اش فوت و ای هم خود کیبله. خب برای از ما خواسته که ریاکشن ها هم پیدا کنه، ای وای پیدا کنه، سی وای پیدا کنه و ایچ پیدا کنه. خب میایم اول نوشته میکنیم مجموعه مومنت در نقطه ای مسی به صفر. ما گفتیم برای کیبل ها 4 تا معادله میتونیم بنویسیم، مجموع مومنت در نقطه مساوی به صفر، سمیشن اف ایکس، سمیشن اف وای و همچنان مجموعی مومنت در یک نقطه دیگه دلخواه. خب ولی بستگی به خود شکل و خود سوال داره، هر روشی که میشه که آدم استفاده بکنه ببینیم که کدوم ما رو زودتر به حل میرسونه از اون میشه کار بگیریم. حالا فعلا نوشته میکنه مجموعی مومنت در نقطه مساوی به صفر تمام قوه ها خود دوران راست گفتیم، ما گفتیم خلاف اقرب ساعت مثبت میگیریم، سی وای ما مثبت دور میده، ضرب در طول و عرض صد دیگه اچ ما منفی دور میده ضرب در 5، منفی اچ ضرب در 5 یا منفی 5 اچ دیگه منفی 120 ضرب در 50 مساوی به 0. از این رابطه میاییم
دو تا مجول داره، سیوای داره، ما هیچ داریم، از این کار نمیشه. بعد میریم قطع میکنیم کباله، کباله قطع میکنیم، در یک نقطه مومن میگیریم. ای داریم H، داریم CY و نقطه B که در نقطه B یک کشش داریم، فاصله رو هم داشتیم 50 فوت. فاصله بین نقطه B تا به نقطه C حساب میکنه زکنم چند میشه فاصله بین نقطه B تا به نقطه C؟ وقتی که ما این مثلث در نظر بگیریم، کل ارتفاع از نقطه ای که ما یک مثلث فرض کنیم تا بیایم به نقطه C، پس بیایم پس دوباره نقطه A، کل ارتفاع ضلع مقابل است 5. مثلا اگه بیایم شکل رسم کنیم این تولتی، ای که 5 باشه، ای باشه 100، اگه مرکز از این ما خواسته باشیم این بیایم پیدا کنیم، این میشه 2.5 دیگه، چون 50 ای طرف باشه 50 ای طرف باشه، این میشه 2.5. اگه ای 2.5 با ای 8 جمع کنیم میشه 10.5، یعنی به این حالت. اگه ما بیایم این فاصله رو پیدا کنیم، این فاصله میشه 2.5، میشه 2.5 جمع کل از این هست 8، 8 جمع 2.5 میشه 10.5، پس این فاصله میشه 10.5. نوشته میکنه مومن در مجموعه مومن در نقطه B مساوی به صفر خلاف عقرب ساعت مثبت، H ما منفی H ضرب در 10.5، H ضرب 10.5 مثبت CY ضرب در 50 مساوی به صفر. دو تا رابطه به دست اومده، H ما قیمتی میشه 50 بر 10.5 ضرب در CY. از این رابطه سمشن مومنت B H ما پیدا شد. بعد H خور میریم به این معادله سمشن مومنت A میگذاریم، CY ضرب 100 داریم اونجی، CY ضرب 100 داریم، منفی H ضرب در 5، منفی H ما قیمتی هست 50 بر 10.5 CY ضرب در 5، ضرب در 5 هم که این ضریبی هونه، منفی 120 ضرب در 50، منفی 120 ضرب در 50 مساوی به 0. اینجا داریم 100 تا CY منفی 50 ضرب در 5، 250 بر 10.5 CY منفی 250 بر 10.5 سی وای مساوی میشه 50 ضرب در 120 مساوی میشه به 6000. اینجا با سی وای من پیدا میکنیم، سی وای مساوی میشه به 6000 تقسیم 100 منفی 250 بر 10.5. قیمت میشه 78.75 کپس. قیمت سی وای شد 78.75 کپس. سی وای پیدا کردیم، بعد میایم اچ رو پیدا میکنیم، اچ مساوی میشه به 50 بر 10.5 ضرب در سی وای، 50 بر 10.5 ضرب در سی وای ما هست 78.75، 78.75 ضرب در 50 تقسیم 10.5 میشه 375 کپس. H ما شد 375 کپس. H 375 کپس شد، سی وای شد 78.75.
بعد خب برای پیدا کردن ای وای سمیشن اف او وای میگیریم، سمت بالا مثبت میگیم ای وای مثبت سی وای منفی 120 مساوی به 0، ای وای مثبت سی وای ما هسته 78 شری 75 منفی 120 مساوی به 0، ای وای مساوی میشه به چلیگه شری 25. ریاکشن ها عرصت تو پیدا شد. ای خواه از استاتیک اکوالیبریوم بود. حالا میریم از چی کار میکنیم؟ از روش جنرال کیوال تیوریم که هسته. اول میم بیم خور سیمپلی سپورت فرض میکنیم. بار 120 کپس به مرکز وارد میشه بس مدسپان. ریاکشن ها یم 60 میشه و یم 60 میشه. میاییم به مرکز دیاگرام شیر رسم میکنیم 60 60 60 یم منفی 60. این میشه 50، این میشه 3000، این میشه منفی 3000. مومن دیاگرام که رسم کنیم، مومن به کناره صفر نمیده، میاییم نظر به همی شیر 3000 و میشه 3000. پس این مومنت زید ما شده چندی؟ شده 3000 کپس ضرب در فوت. جنرال کیوال تیوریم چی میگفت؟ میگفت اگه اچ ضرب در اچ زید مساوی میشه به مومنت زید. اچ خور ما قرار پیدا کنیم، اچ زید ما قیمتی هست. اول برای ما داده سوال اچ زید داده 8 فوت، اچ ضرب در 8 مساوی میشه به 3000. پس اچ مساوی میشه به 3000 بر 8. 3000 تقسیم 8 میشه 375 کپس. قیمت H شد 375 گیبس. از این جنرال کیوال تیوریم، از این روش قبلی هم که ما قبلا پیدا کردیم از استاتیک اکوالیبریوم شد اگه H قیمت و 375 گیبس. از هر کدوم که کار کنیم میشه که جواب رو به دست بیاریم. این ختم لکچر 14 بوده. موضوعات که ما به این لکچر داشتیم بحث کیبل ها بود، تحلیل کیبل ها بود به دو روش استاتیکی و به روش جنرال کیبل تیوریم. جنرال کیبل تیوریم یک سلسله سهولت های برای ما ایجاد میکرد که ما میتونستیم به اول خود همی هورایزنتال کمپوننت کیبل پیدا کنیم. وقتی که هورایزنتال کمپوننت کیبل پیدا کنیم ما میتونیم به هر نقطه‌ای که خواسته باشیم به شرطی که زاویه تیتا هم داشته باشیم خود تنشن در کیبل هم میتونیم به دست بیاریم. دیگه موضوع تعریف خود کیوال بود خوندیم ما. دیگه گفتیم که خود کیوال مقاومت کشیشی از او 270 کپس فی اینچ مربع، ماجولس آف خود یلد پوینت 36 کپس فی اینچ مربع، یعنی یلد پوینت کم بالاتر گفتیم میره، و الانگیشن او یا امو دیفلکشن او گفتیم 7 تا 8% و از استیل استرکچر یا امو ممبرایی که به استیل سرچر استفاده میشه اونا 30 تا 40% الانگیشن از اونو یعنی دیفلکشن میتونن بکنن یا استرین از اونو. ضریب ارتجاعیت کیبل ها گفتیم پایین تر از استیل سرچر، از 26000 از 29000 که کپس فی اینچ مربع، او به خاطر پایین تره که اینا وقتی که کیبل ها بارگذاری میشن همی اسپایرال از اینو به حساب باز میشه، دلیلی همینه که ارتجاعیت کمتره. دیگه بعضی اون مشخصات خود کیبل ها بود که ما گفتیم خود تنشن یا کشش در کیبل به هر نقطه که ما کیبل قطع میکنیم مماسه به خود امو مسیر کیبل مماسه. دیگه ما گفتیم که کیبل ها باید وقتی که میخواید دیزاینر کیبل یا ساختمان کیبلی بسازه باید مطمئن بشه که لایو لودی که به کیبل وارد میشه
اهتزاز از او زیاد نباشه و دفلکشن زیاد نکنه که به اثر دفلکشن زیاد باعث میشه کیبل پاره بشه و ساختمان کیبلی فرو بریزه. و این تکامل نیروبریج بود که گفتیم 5939 فوت اسپان از این و 28 فوت دفلکشن کرده بوده به اثر بارگذاری به اثر باد. بعد از 28 فوت که دفلکشن کرده و فرو ریخته. و گفتیم معمول کیبل ها برای پول ها معموله و برای ساختمان های که سقف بزرگ داشته باشه و نیاز به ستون نباشه معمولا از کیبل ها میسازن. و دیگه بعد تحلیل کیبل ها بود و آماده معادله نوشته کردیم برای این رو کیبل ها که ما گفتیم که یک معادله میتونیم بنویسیم که گفتیم H یا همون هورایزونتال کمپوننت برای کیبل از شروع تا به ختم کیبل ثابته و تنشن در کیبل H مساوی به ات مساوی میشه به H بر کوساین تیتا. میتونیم از روی عظیم و بر نقطه که خواسته باشیم نظر به زاویه تیتا که متغیره تنشن در کیبل رو هم پیدا کنیم. گفتیم در جای تنشن در کیبل مکزیمم که چی بشه بیشترین چی داشته باشه بیشترین میل داشته باشه همون کیبل در اونجی که ما گفتیم هرچی زاویه بیشتر باشه کوساین کمتر میشه و هرچی که مخرج کمتر باشه H خود تنشن زیادتره. بعد تحلیل دیگه بود و آمدیم به دو روش تحلیل گفتیم اگه گفتیم به روش استاتیکی چهار تا مدل ما میتونیم داشته باشیم FX, FY, مومنت به یک نقطه و همچنان مومنت به یک سپورت و کبل گفتیم سه تا مدل میتونیم بنویسیم و یک مومنتی هم میتونیم خود کبل رو قطع کنیم مثل ترسوری سکشن بزنیم مومنت بر نقطه که خواسته باشیم که سکشن بزنیم مومنت میتونیم به نقطه مساوی به صفر قرار بدیم که این مدل کمکیه برای ما که چهار تا مجهول میتونیم ما پیدا کنیم. دیگه بعد کانسپت اپلیکیشن بود که مثال مشرح کار شد. بعد از این واز جنرال کیبل تیوریم بود که گفته بود که اچ اچ زد مساوی میشه ام زد یعنی هورایزونتال کامپوننت ضرب در امو انحنایی که در امو نقطه ای که ما میخوایم مومنت بگیریم برای کیبل اگر اچ ضرب در امو ارتفاع انحنا بکنیم مساوی میشه مومنت زد در امو نقطه. این مومنت زد گفتیم برای بیم سیمپلی سپورت در نظر گرفته میشه که خود کیبل بارگذاری میشه بر اساس از او انمی کیبل بود و یا بیم سیمپلی سپورت بود. میایم به یک نقطه قطع میکنیم مومنت به اون نقطه مساوی میکنیم که مثلا از این ما کار کردیم درست و اساسی ان شاء الله که فهمیده شده باشه. دیگه بحث خاصی داره یم ثبوت جنرال کیبل تیوریم بود که اچ اچ زد مساوی به ام زد شد و دو تا مثال بود که اینا رو هم کار کردیم. فالله خیرون حافظه و من الله توفیق.